بهمن سقایی مروری داره بر بیش از 4 دهه سینما ایران در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران یا به قول محمد رسولوف در ایران فرهنگی. بنا به آمار رسمی در سال 1357 20 و چند سالن سینما در تهران و شهرستانها از جمله سینما رکس آبادان توسط بنیادگرایان شیعه پیروی خمینی به آتش کشیده شد و با روی کار آمدن بنیادگرایان اسلامی در ایران شماری از فیلمسازان و کارورزان سینما صرفاً به خاطر شغلشان دستگیر و زندانی شدند و حتی کارگردان برجسته‌ای همچون نصرت کریمی سازنده فیلم محلل به اتهام به ریشخند گرفتن مبانی اسلامی توسط دادگاه انقلاب در حکم اولیه به اعدام محکوم شد. حالا که نمیشه خلاف شرعه باید عده سر بیاد. بقیه خانه نشین شدند یا از ایران رفتند. پرویز صیاد بازیگر تهیه کننده و فیلمساز در آمریکا فیلم فرستاده را ساخت تا هشداری باشد درباره دامنه تروریسم جمهوری اسلامی در جهان. رضا علامه‌زاده نیز پس از مهاجرت به اروپا هتل آستریاس را ساخت تا شگیری جوامع ایرانی گریخته از مظالم و استبداد جمهوری اسلامی را به تصویر کشیده باشد. معلم بودم. معلم دبستان. پرویز کیمیاوی برنده خرس نقره‌ای برلیناله و سازنده فیلم‌های همچون باغ سنگی، مغول‌ها و پی مثل پلیکان نیز ساکن فرانسه شد. آربی آوانسیان کارگردان تئاتر و بنیانگذار کارگاه نمایش و سازنده فیلم چشمه نیز پس از مهاجرت به فرانسه فیلم پیشبند مادر بزرگ را ساخت. تجربه ساخت فیلم بیرون از سرزمین مادری آیا موفق بوده؟ نمونه های فیلمسازهایی که نتونستن کار بکنن یا اگرم کردن چندان موفق نبودن یا همونجوری که گفتم حتی موفق ترینشون هم همیشه این حسرت رو دارن که در مملکت خودشون کار کنن و اینم طبیعیه، بخاطر اینکه شما جایی که به دنیا اومدی، کودکی تو گذروندی، اونجا رشد کردی، اون زبان رو میدونی، اون محیط رو خوب میشناسی، آدم ها رو خوب میشناسی، حالا یهو پرتاب بشی یه جای دیگه بیرون، هرچی هم تلاش بکنی که همون حرفا و همونها رو بخوای چیز کنی، خب نمیشه، واقعا نمیشه. این از که همه هنرمندان منتظر این هستن که یک زمانی مملکت آزاد بشه و برگردن اونجا کارشون رو انجام بدن. امیر نادری پس از ممنوعیت نمایش فیلم آب باد خاک ایران را به قصد آمریکا ترک کرد و ساکن نیویورک شد. او که در 1355 فیلم ساخت ایران را با بازی سعید راد در نیویورک ساخته بود، پس از استقرار در این شهر فیلم‌های منهتن از روی شماره، منهتن ای بی سی، ماراتون و وگاس بر اساس یک داستان واقعی را ساخت. سهراب شهید سالس سازنده فیلم‌های همچون طبیعت بیجان، در غربت و اوتوپیا و بهمن قبادی که برای ساخت زمانی برای مستی از پا و آوازهای سرزمین مادری هم جوایز سینمایی دریافت کرده بود نیز برای همیشه ایران را ترک کردند. سرمایه گذاری سپاه و وزارت اطلاعات در تولید فیلم و نفوذ اولیگارش های نظامی امنیتی باعث شد فیلمسازان برجسته‌ای همچون ناصر تقوایی یا کیانوش عیاری خانه نشین شوند یا همچون بهرام بیضایی به ناچار ایران را ترک کنند. در چنین شرایطی عباس کیارستمی تنها ایرانی برنده نخل طلایی جشنواره جهانی کن با تاکید بر اینکه حتی وقتی مجوز هم میگیریم باز هم امنیت وجود ندارد به این نتیجه رسید که دیگر در ایران فیلم نسازد. اما جنبش زن زندگی آزادی تحولی بزرگ در برخورد سینماگران ایران با پدیده سانسور حکومتی به وجود آورد.
شمار بزرگی از سینماگران ایران آشکارا گفتند از این پس مهمترین سانسور حکومتی در سینما یعنی پوشش اجباری را در ساخت فیلم رعایت نخواهند کرد. ببین امروزه دیگه با این اتفاقایی که پارسال به خصوص افتاد واقعا یه کسی که میخواد یه کاری دیگه مثلا میدونین فیلمساز خوب دیگه نمیتونه تن بده به این مسخره بازی‌های حجاب و اینا، یعنی عملا اینجور فیلمسازا یا باید فیلم‌هایی بسازن که به اصطلاح در سینما ایران زیرزمینی هست مثل کار آقای رسولوف و اون قواعد رو یا چند تا فیلمساز دیگه زیر پا بذارن که خب با واکنش‌های رژیم روبرو میشن، یا اینکه خب دیگه نمیتونن کار بکنن. از پی آن اصغر فرهادی دارنده دو اسکار بهترین فیلم خارجی گفت دیگر قصد ندارد موهای زنان را به طور سیستماتیک در فیلمهایش بپوشاند و تا زمانی که حجاب اجباری وجود دارد و جامعه ایران از این ممنوعیت سرپیچی می کند در ایران فیلم نخواهد ساخت. دیجیتالی شدن ابزارهای تولید و توزیع فیلم در فضای مجازی و همچنین نیروهای کارآزموده جوان که سینمای زیرزمینی را شکل داده‌اند باعث شده تولیدات در این حوزه گسترش یافته به جشنواره‌های معتبر جهانی راه یابند. الان دیگه با این امکانات دیجیتالی که وجود داره دیگه اون دشواری‌های گذشته نیست و حتما خیلی راحت تر شده ساختن فیلم ها و از اون مهمتر ارسال فیلم هاست، یعنی دیگه وقتی یه کسی میتونه فیلمشو بسازه و ادیت بکنه و بفرسته راحت دیگه مثل گذشته نیست. من میبینم، من مطمئنم سال دیگه این تعداد دو برابر خواهد شد و هرچی جلوتر بره بیشتر میشه. حال جشنواره‌های سینمایی جهان هم تولیدات سینمای مستقل و زیرزمینی ایران را بر تولیدات دولتی یا سانسور شده رسمی ترجیح می‌دهند. به گزارش روزنامه اعتماد امسال بیش از 70 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند زیرزمینی ایرانی از جمله 17 فیلم سینمایی به جشنواره فیلم کن فرستاده شد.